زنبورها، شکوندن طلسم 12 ساله، نجات دورتموند. سلام و درود خدا بر شما. پس از مدت های طولانی وایس چرا هی پس از مدت های طولانی چی مثلا نگم مثلا 10 سال نبوده پس از مدت طولانی بعد قهرمانی های مکرر در تیم های همچو لیورپول برگشتیم نفه با تیمی که 12 ساله قهرمان بوندسلیگا نشده، چندین ساله که نتونسته بایرن مونیخو ببره، آخرین قهرمانیشون توی لیگ قهرمانان اروپا واسه سال 1997، قهرمانی توی لیگ اروپاشون واسه سال 1966، سوپر جام اروپا 1997، جام یوفا هم فقط دوبار نایب قهرمان شدن واسه عده بوغه، فقط یه دونه سوپر جام آلمان مرد سال 21. چه وضعشه آخه؟ اینجاست که مدیوان ورود پیدا میکنه و میخواد که این تیم رو نجات بده. لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فرمانش بریم سراغ ویدیو. بله مدیوان وارد میشه و چه کروات زیبایی نفذ زده، لجنی خوشگل، سبز لجنی خوشگل. یه لحظه وایسا، اینا کیان داری بهشون دست میدیم؟ اسمشون رو لاقل بدون، خواستید دارین چیز میکنین من بدونم که کیا رو بذارم تو ترکیب. اینا که هیچ، آن آقای زولخان تو ترکیب هستن چون ما دیگه کسی دیگه رو نداریم بذاریم. ببینم که نفر آخر کی میاد دست میده به سرجام. ببینین خالکوبی مالکوبیا رو بعد بپوشونی اینجا مورد دار میشی. بعد یه نفر دیگه هم اومد، آقای سیاپوس، ایشون رو ببین. اصلا من بازیکن دورتموند رو نمیشناسم اینجوری بهت بگم. فقط یه دونه اون نوکشون رو میشناسم که اسمش کریم بود، یه دونه زولر رو میشناسم، یه دونه هم زومر بود که نمیدونم الان هست تو ترکیب یا نه، ولی الان رفته بایرن مونیخ. اصلا زومر تو مونشگلاد واقعا چه ربطی داره؟ اهداف فصل تعیین اهداف. ما ببینیم چی میگه. بورسیا دورتموند عزیز دلم، میخوام قهرمانت کنم، قهرمانی رو به دست بیاری. صبر کن عزیز دلم، صبر کن. قبل از اینکه سوالاتو بپرسی وایس این هست، صبر کن. ببین من به یوش حرف میزنم الان، صبر کن. این هست تو من میبندی یا نمیبندی؟ شما الان وضعیت خودتون رو باید بدونی. 12 سال قهرمان لیگ نشدی، از من سگانه نخوا. همین اول کار دارم بهت میگم، میخوای قرارداد من میخوای قرارداد نباید واسه من کله تکون نده مرد کیه. همینی که هست، چطور ما بریم برای قهرمانی تو لیگ؟ آفرین، شعورت رسید. من موافقم، موافقم. من نمیخوام شانس خود رو در لیگ اروپا، قهرمان اروپا کامل حساب کنم، اما قهرمانی در لیگ اولویت داره. بهمن چه اولویت داره؟ بخاطر اینکه شما وقتی اینجا قهرمان میشی سهمیام البته سهمیه تو هرن اینا، فکر کنم سهمیه که لیگ قهرمان اروپا رو. خوشحالم که میبینم هم نظر هستیم، بیای در این فصل لیگ رو ببریم. خیلی خوب، دیدار با مطبوعات. مهدی خان اینجا جاییست که باید متفاوت حرف بزنی و فقط بهشون بگی از من درخواست زیادی نداشته باش آقا. لیگو من واسه شما جفت و جور کنم، از خودتون باشه سرشونی. مهدی خان داره میتره که انتصاب شما رو تبریک میگم. شما دقیقه یه مربی مهاجر هستین که دست دادی زیاد ازش دیگه مربیگری که آن انتصاب به فعلی خودتون رو نه چی میگی زر میزنه. بذار بخونم دیگه. آیا حضور شما در این باشگاه نقطه عطفی است در دوران حرفه‌ای؟ اینو بزن آره، چون تیمشون از همه تیم‌ها که اینجا دادن بدتر وضعیتشون. نقطه برجسته یعنی باد کردن مثلا دوران حرفه‌ای؟ چه مسخره است این برجسته، بگو ببینم چی میگی. من همیشه از اعتمادی که این باشگاه مال کرده ممنونم و امیدوارم که جبرانش کنم. من نمیدونم این بزرگترین دستاورد منه یا نه، اما مطمئنا یه نقطه برجسته ازش وقتی بهم زنگ زدن این خبر رو بهم دادن، فقط یه ثانیه طول کشید جواب بله رو دادم. چرا؟ چون تیم نداشتم. بابا ولمون کن دیگه، حالا تو هم به تو چه مسئله فوتبالم چیه؟ نمایش خوب، ببینم چی میگی. نمیتونید مردم بخاطر اینکه میخوان نتیجه خوبی رو ببینن سردنشون، اما من عقیده دارم که نمایش خوب همون اندازه بردن مهمه. اما میخواید برنده بشید مطمئن بشید که سبکتون سبک برده. این نوع فوتبالی که هوادار میخوان ببینن و هدف ما اینه که بهشون نشون بدیم. شما فهمیدید چی گفت؟ من نفهمیدم خدا وکیلی چی گفت. من میخوام بمونه ما را بیم منصوب شد. اولا که ببینم وضعیت این چجوریه، چند تا بازیکن اومد، ببینیم چند وجه داریم. 23 میلیون ترکیب تیم زایس فکر کنم. به به، زایه در زایه بلینگام. بابا اینا نکن دفاعشون خیلی بد نیست ولی خیلی خوبم نیست. جدی ریسک کنم سوارزو میخوام بگیرم، جدی سوارزو میخوام بگیرم. اصلا واسه مهم نیست 35 سالشه، میگیرمش. 10 میلیون بهش بده، حقوق سالیانه 4 میلیون میگیری، 5 میلیون بهش بده. خدا وکیلی بیا، ناز نکن دیگه، من انقدر دوست دارم. بیا سوارز گفته میام. اولا که سوارز جان شما تشریف بیار، مبارکت باشه، بیا تو. کلینیو بگو بیا، چقدر میگیره؟ 10 میلیون بهش بگو، از این منم حقوق سالیانه بهش بیشتر بده، ببینم میاد یا نمیاد. مختار همه جا بازی میکنه، میای؟ ببین مختار همه جا بازی میکنه ولی ریسک بگیرمش نکن. خیلی ولی خوبه ها، ببینم میتونم بگیرمش یا نه. یکیو بگیریم بالاخره دیگه، نمیدونم داداش. این وضعیتی که اینا واسه من درست کردن. سوارز که تشکیل خودش رو آورد، ببین از بین فورواردایی که من تو زندگیم واقعا دوستشون دارم، سوارز جزء دو تای اول. خیلی خوبه تو فورواردی. بله بچه‌ها، میگم تو مقابل سوئیس سوارز، کسی که دوستش داشته و یک زمانی الگوی او بوده، جلوش
قرار گرفته. میگه خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی داداشم. خوش اومدی دستم بده و بهمن. بهمن علی خان اصلا خوشحاله. خوشحال خوشحال ولی چوبم زیر پاشو وایس بزن بره. ببینم جواب مذاکره چی شد. مختاریان چی میگه؟ 13 میلیون گفتی غلط کردی. من اصلا 13 میلیون ندارم که بهت بدم. ببین 13 رو بی خیال. خب ولی شما اگه 12 قبول می‌کنی 12 و همه این. با این من هستم. مخلصم هستم. میخوای بیای من هستم بیا. پول کمه. قرضی هم حتی نمیتونم بگیرم انگار کمه پول. باشگاه مختاریانه قبول کرده. اینو میتونم بگیرم. من نظرم اینه اینو بگیریم چون همه جا بازی میکنه. همینو بگیر تمامش کن دیگه. جان چی افت بودجه لازم ندارم. اولندش که این تیم و اینایی که میخوایم و همه رو بزن سیاست نقل و انتقالات رد کردن. آقا آندرس اینیستا بگیرش. آندرسو آندرس اینیستا بیا قربونت. یا آندرس جان. اوه آندرس اینیستا گفته میام. همین آندرس اینیستا. آندرس اینیستا همین الان قرار داده باشه من بیادش. تیمو دارم پیر میکنم میدونم ولی چاره ای نیست خدایی. درخواست قرض یک ساله چند میده؟ 3 میلیون. گزینه واسه خرید؟ گزینه خرید ولی واسهش بزن مثلا بگو 7 میلیون با این ور 4 میلیون بهت میدم. گزینه خریدم واسهش زدم حال کو اگر بیاد خیلی خوب میشه. ولی آندرس اینیستا حضور پیدا میکنه و برمیگرده. برمیگرده به رقابت ها. در لیگ قهرمانان بالاخره پیداش میشه آقای آندرس اینیستا پس از مدت ها مهدی خان آوردتش توی تیم تا کل تیم رو به خدمت بگیره دست خودش بگیره به چنگال خودش بگیره. آندرس اینیستا عزیز دلم خوش اومدی. خوش اومدی آقای آندرس اینیستا. خوش اومدی. ان شاءالله که بهتر کنی. حالا ببینیم مذاکرات به کجا رسید. هالک چی گفته؟ هالک گفته میام. هالک گفته میام با همون بند خرید هالکو بگیر و بازی بعد اضافه بشه بهمون. هالک بازی داریم با میتجیلند. حالا هر کسی که هست باید این بازی رفت و برگشت ماستش باید حتما ببریمشون. اگر نبریمشون چمپیونز لیگ خدافظ. بذار بریم اولین بازی رو انجام بدیم ببینیم که چیکار میکنیم. اولین بازی رو میخواد مهدی خان شروع بکنه و ببینه که بازی بعد هالک به تیم ما میپیونده یا نه. برو بریم روی حال سوپر استار ببینم که حریفا میتونم بهتر کنم یا نه. بازی شروع میشه در ورزشگاه بورسیا دورتموند. بازی شروع شده و ببینیم که مهدی خان چیکار میتونه بکنه. میتونه این تیم رو در لیگ قهرمانان اروپا نگه داره و سهمیاش رو به دست بیاره یا کنه. اصلا گزینه اولی درست است و تیم کامل کشیده بالا. توجه کنید که هماهنگی تیم 40 با نگار داشتن. رویس پاس میده پشت فوروارد مدافعین و شوتی. رویس با توپو بگیره توپو گرفت و میاره داخل یه ذره میشکونه حالا کاتزار و توی دروازه. اینه آندرس اینیستا. گفتی 35 سالش 36 سالش نگرش گرفتمش داره خوب بازی میکنه. پاساشو فقط نگاه کن تو سانتر بلند دروازه اون در میاره و تمام. برو داخل برو بریم به سمت عباسو بود بزن بریم. ای لوئیس سوارز. لوئیس سوارز نگه میاره توپو پاس به هم تیمیش میارن داخل پاس به بیرون و نمیشه. سمت چپ میرم واسه گلزنی. حالا تیر دو سورز عزیز دلم کاشتتو بدن گلش کن. بابا این هالک چی شد بالاخره؟ مذاکره برای انتقال چی؟ اسکو چی داری میگی؟ بازیکن اکنون قرض گیره. آها اومد یعنی ما الان داریمش. آها هالک اومد. ممنونم. قسمت اول افتتاحیه لیگ. خب آیا شما از بازیکن جدیدتون لوئیس سوارز در بازی اول استفاده میکنین؟ میخوام بگم استفاده کنم. شک دارم که استفاده کنم یا نه. ممکن از اون استفاده کنم. هنوز تصمیم نگرفتم بگم ممکن ازش استفاده کنم. خب اگه ما میخوایم برای پیروزی دور قصوری فلسفه تیم عامل مهم خواهد بود. اون ممکنه تازه وارد باشه اما من کاملا انتظار دارم که اون نقش مهم در برنامه ریزی ما برای بازی داره. ممنونم. قشنگ حرف خودم داره میزنی. این بازی برگشت اگر این بازی رو ببریم توی لیگ قهرمانانمون نگار خواهیم شد. بله بازی شروع میشه در یک ورزشگاهی که اصلا چمنش معلوم نیست چه رنگیه. چه چمن مزخرفیه این آخه. احمق احمق دروازه مان خنگ. به خدا اگه پنالتی بگیری. غلط کرده دایف کرد اصلا زایه بود. نیمه اول 0-0. وسط بخواد بیاره چیکار میخواد بکنه به وسط آوردش و پاسش خیلی ناجوره. برو برو تو پاش برو تو پاش یارو داره میره. تموم کارمون بلیگام. ببینم چیکار میکنه. تیر دروازه سوتو باید بزنه به داور و تموم بشه کار. به در سوتو بزن. تمام. سلام به لیگ قهرمان اروپا. اولین استوبار رو مهدی خان مشاهده کردید. اما خب تیم واقعا بده. ای کاش که ببینم چه پول داریم میتونیم بازیکن دیگه بگیریم. 6 میلیون. واردی هم خیلی خوبه ها. قرض یک ساله واردی چقدر میگیری؟ 2600. ببینم میای یا نمیای. من باید قرضی بگیرم. خدایی نمیشه این تیمو با این پول جمع کرد. تییاگو سیلوا هم قرض یک ساله بزن. تییاگو سیلوا هم قرض یک ساله بزن بریم. وای وانیون برلین بازی داریم. این بازی هم به شدت حساس. هنوز جواب اونها نیومده. باید ببینم که
چیکار میخوایم بکنیم؟ جان گروه مرگ در گروه ای افتاده، ما سخت‌ترین گروه هستیم. ناتوان دم در بله. طرفداران ناراضی از زدن روزی نیست. وایس ببینم با کدوم تیم افتادیم. این بازی رو باید خودم بازی کنم. ریسک کامل اگه بازی نکنم. دومین بازی لیگ، اولین بازی ریگو که خودشون بازی کردن یکیش هم باخته. از چه تیمی هم باختن؟ تو رو نگار داشته و میچرخه میخواد پاس بده باز کنه هم تیمیش. پاس حالا میرسونن رو به جلو هالک کاتدار توی دروازه، توی دروازه هالک توپو نگه داشته. خود هالک میذاره که سباستین آلر بره و یه دونه تیک تاکای زیبا اونجا انجام میده. برزیلی تور خود هالک میره و چیپ میزنه. بیا 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 چرا مثل شتر مرغ میدوی؟ واش بدبخت شد. به وسط تر میاره و اونجا بابا من میگم لوئیس سوارز و رابنداز اینا دارن کی رو را میندازن. دوباره به سمت راست میکشن. نیمه اول تمام شد. آندرس اینیستا به رویس، به سوارز، به جلوتر هالر تیر دو ولمون کنین خدایی ولمون کن. مهدی ناراحت شد. بله دوتا بازیکن کنار زمین اصلا دارن از استرس میمیرن. برو 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 گلش کن آفرین. حال کی رای چیز دیبین چیز داره ناکل چات داره اگه داری بزن. بابا این دیپینگ بود که من دارم میگم ناکل بزن. وایسا برین تیر دو وایسین ببینم. تیر دو هالک تیر دو میری میزنی ها. هلو پوم میکنه. تمام میکنه. آنیون برلین که صدر جدول بودش اول فصل بوندسلیگا توی واقعیت الان بردیم سه یک با این تیم. تییاگو سیلوا گفته میام. خب وایسا لسه اینم. واردی هم میاد. من همشونو میگیرم. ببین اصلا از من درخواست نکن که قرضی نگیر. پول نداریم که نخواهیم قرضی بگیریم داداشی گلم. ماها بیا این قرارداد رو ببندین. اون یکی بازی کنم حالا تو راه میاد. تیگو سیلوا عزیزم خوش اومدی. تو هر نجاتی من شما رو میگیرم. آخس با سویا بازی داریم همین اول کل ساعت 9 شب. با سویا بازی داریم. بله حال کم اومده به عنوان کاپیتان تیم در کنفرانس مطبوعاتی شوخی ریز ماش میکنه بازیکن برزیلی ما. اعتقاد همه اینه که شما به راحتی از برنامه گلی سود میکنید. اما نسبت به چشم انداز خودتون چه احساسی دارین؟ اوکی ما میتونیم از گروه سود کنیم. اوضاع داره به هم میریزه. سود از گروه یه امتی یازه بگو. تو هر گروهی میافتادیم مطمئنا سود سخت میبود. چیزی که روش متمرکز شدن موندنمون تو جام در حد ممکن. آفرین اگر بتونیم از حد مرحله گروهی فکر کنم بگذاریم گفت خیلی خوبه. مثلا نجات این تیم خیلی سخت. اوورالش رو از 41 رسوندیم 81 فقط با بازیکنای قرضی. یعنی بازیکن خریدیم ولی مثلا پولمون زیاد نبود اونجوری که بخوای بازیکن خیلی بخریم جونم ورشا. هلو اوریبادی. بله میخوام با برد شروع بکنم. وای 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 هیچی ولش کن هیچی داداش. این رمز ساند کردن روی تیر یک. حالا وقت شوته. هیچی جان من وایسا چرا داریم مسخره بازی در میاریم توی این بازی. آی 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 اوش. حالا اونجا خطرناک هم باید توپ دفع شه. دفع نمیشه توپ به وسط بزن از توتا دیگه کسافت. ببین اینجا جان مهدی یکی فقط باشه خوب کات بده بره تو گل. یا علی مدد ای زک تو شانس چوای تمام شدی صفر صفر. بایر لورکوزن بازی با بایر لورکوزن ما دو تر کنیمشون. آیا سا پشت مدافعین سانت میکنه و میاد داخل پاسو میده و حالا شوت. بابا حالا به خدا میازم از بیرون دفعه این کارا رو بکنی فقط. عالی عالی ای برون پده دارم بعد خودتو نشون بدی آقای رویس. یا علی مدد چقدر بد کاغذ کاتش پات کمی میده به توپ رویس. بابا ولمون کنی تو رو قربان. صفر صفر و مرگ مرز. صفر صفر شدیم باز دوباره. هرتا برلین. هرتا برلین چندمه؟ روز دربی قسمت اول هرتا برلین دربیه. خب واسه ببینم اگر میخوایم در این شرایط شرایطی بتریم نسبت به شالکه. آهان بازی تا برلین با شالکه یه جلوتر الان داره برنامه‌ریزی میکنه واسه اون موقع که بتونیم شالکه رو ببریم. اوکی مهدی خان چی میگه؟ کمی حرکت دقیقاً همون چیزیه که الان بهش نیاز داریم. آفرین مهدی خان چابکی بده بهشون. ما نهم جدولیم 7 امتیاز داریم. هرتا برلین پنجم جدوله. اوکی در ورزشگاه خودمون چقدر ورزشگاه خودمون قشنگه. تیم زردش هرتا برلین دورتموند. آی 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 هرتا برلین سرعت های بالایی دارن باید بگیریمشون. بیا 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 دروازه بان احمق بیا جلو. مرسی مرسی که دار بزن برس گل. ای خدا یا علی بیا خودت بزن بزن این ور بزن بزن. ای خدا حالا اونجا هالک شوت برین گمشین گل. چه غلطی داره میکنی اونجا؟ بیا برو شب بازی کن ببینم. رسون به هالک. هالک جلو هالک جلو بود و هالک مرسی تمومش کردی واردی آواری کلا بهت. حالا مدیون خوشحاله. هالک 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 پاسو بده به سوارز
میگم بده به سو تموم. مرسی عشق با دیواردی کامبکو برم. پاس مزهک و مزخرف بود، آفساید نیست. حالا واردی میره و یه چیپ هتریک. هتریک واردی، چی کار کرد واردی؟ بازی کن گرفتم تو بازی، صفر گل زده بودیم، یکی خورده بودیم، سه تا زد تو یک نیمه. تمام، سه برای کی برای مهدی خان؟ جیمی واردی همینجوری پویسترم سه تا گل. اوورال تیمو بگیر هماهنگیو بگیر 96 از 41 96 رسوندم. بازی داریم با ساعت 9 شب در ورزشگاه کنامی استادیوم در ورزشگاه شاختار با اونا بازی داریم ساعت 9 شب. اگر که اینها رو ببریم صدر گروه میشیم، البته صدر گروه مشترکن هستیم با اون کسی که مسابقه کرده بودیم باهاش. بازی شروع میشه مهدی خان همین اول کار میشه جلو. خیلی خوب صبر کنید دوستان، بیاین جلو سریع بزن اینا. بزن برین تیر دو وایسی ببینم. حالا وقتشه. وای سباستیان آلر رو دنبال تو نیمه اول تمام شد بدون گل واسه هر دو تیم. شوت. وای باش بکنم گلش کن. وای صفر باز دوباره. برو ببینم بازی با شالکه در جام حذفی ببینم چیکار میکنه. من میبینم که مسابقه بعدی حکم پیاده روی تو پارک رو ندارم و ما باید تغییر در ترکیب رو در نظر داشته باشیم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تنها سوال اینه که چه کسی رو باید در فرستادی قرار بدیم. ما باید بیشتر در این بار فکر بکنیم. آفرین بر تو. جام حذفی آلمان باخت تو گزینه‌ها نیست. داربی بین بورس دورتموند و مشارکت که در میشه راست چه بازیکن چه مربی چه هوادار هیچ کس در دو تیم امروز نمیخواد در فوقالعاده باشه. ساعت 6 بعد از ظهر در باشگاه ما بازی داریم با شالکه که هشتمه و ما سومیم. قهرمان نیم فصلتون بکنم که دیگه خیالم راحت بشه بقیه چیزا رو خودتون انجام بدین دیگه. نظرتون چیه؟ من که اگر شما بودید چه بازیکنایی می‌خرید؟ من واقعا دستم بسته بود از بین این بازیکنایی که نمیدونم دیدین یا ندیدین همینا خوبشون بودن. زنبوری قشنگی مشکی زرد، مثلا تم مشکی زرد خداست، تم مشکی زرد. یو علی گل خوردیم یا خود خدا. آفساید. این اول یکیچ باختیم. وای بدبخت شدیم. بزن حاله بزن گلش کن. دو هیچ از کی باختیم. جام حذفی حذف شدیم. ما شالکه بازی داریم، باز دوباره روز داربیه. خیلی الان بهتون نشون میدم. وایس الان بهتون نشون میدم. چی دار میگین؟ انتظار شما از نتیجه مسابقه داربی چیه؟ ما برنده خواهیم شد. اینو بگو ببینم. همین الان بگو. البته رفتن به داربی واردهای پایه خوبه و ما باید تمام قدرت به این با تمام قدرت به این مسابقه ببینیم. ما در مورد شانسمون بسیار مطمئنیم. آفرین. میترن کنمتون. ولی باخت مقابل شالکه اصلا تو گزینه‌ها نیست. هرگز متوقف نشید بازی رو کنترل کنید و تمرکزتون رو حفظ کنید. خبر همین دیگه نفهمیدیش که داربی رو به خاطر تکنیک و تاکتیک نبرد. قلب همون چیزیه که در این مدل بازی ها باعث بردن شما میشه. حالا برید و به اون نشون بدید که قلب مصمم میدارید. رسون جلو ببینم. نه یار جلو بالا تو پاه برسون. سواله همه یه شوتو بکن. بهتر گفتم پدر تو در میارم. اگه توپه شد ناز داری میکنی تیکه و زیل خاکتون سر دروازه‌بان که زاویه بسته گل بخوره. ایشورا خاک تو سر نفهمتون. خاک تو سرتون. نکشه زیرش. ای خدا این بی پدر چرا اینقدر میکشه زیرش؟ پدر سگا اصلا نمیذارم من کارامو بکنم. سگ پدرو درس من بازی نمی کنم. نگاه کن توپ ول کرده داره همینجوری مثل بوز میره جلو. همینو کم داشتی. بازی به بایرن مونیخ. کوهیده اعصابم. رونالدو هم اضافه شده، همین کم مونده فقط. بابا زمین چه زیباست. اصلا میخوام اعصاب خودم آروم کنم، نمیخوام اصلا احترامی بشه. یارو وسط، دوباره وسط. حال شوتش کن. احمد خان بیا گام شو جلو دیگه. شلده شوتو. برو آفساید نیستی، برو آفساید نیستی دارم میگم. مرسی. تمام میکن کار لعنت شو بزن تو گل بره دیگه. برو واردی تا آخرش. برو واردی میتونی بزنش.
ماشاءالله چقدر راحت بدن. سوت تمام. بایرن رو من بردم حریف شالکه نشدم. این بازی رو هر کی ببره احتمال سه ما اگه ببریم 100% صدر گروهی، مگر اینکه بایرن مونیخ هم ببره تفاوت گلش بیشتر باشه که نیست. هفته شب در ورزشگاه اونا بازی داریم با فرانکفورت. برو ببینیم بازی کنیم ان شاءالله که این بازی هم ببریم. قشنگ حریفت گوشه ها میخواد بکشه تو. مهمترین بازی لیگمون. و اگر که این بازی صدر گروه بشیم، صدر جدول بشیم، خیلی واسمون خوب میشه. پاس به جلو، پاس به جلو، گفتم پاس به اونور. هالک همچین گفتم. هالک مثلا چجوری شوت زد از اون سمت بازیکنان ما. سریعا حرکت میکنه و شوت به اینورتر، به اونورتر، به وسط. حالا بزن شوت تموم. حالا فهمیدی چرا هالک رو گذاشتم اینجا؟ حالا گرفتی چی شد؟ واسه این گذاشتمش اینجا. آی حالا سوارس باید بزنه گلشو. تیر دروازه به دروازه در میاد. تمام نیمه اول یک بر هیچ. وای نره تو کورنر. آباری کلا. برو ببینم کاتش به بابا. تمام. خود سوارز و کیو رو انداختم آفساید. گول شد. به به هالک داره چیکار میکنه واسه تیم. اشینین رو ببینین که دورتموند قراره چیکار بکنه. 2-4 رومین گل توسط خود هالک. کاپیتان تیم سمت راست چه پاسی هم دو دقیقه 90 و توی بازی چند ثانیه فقط تا سوت پایان و اعلام صدر جدول توسط داور. بله ممنون. صدر جدول رو دارین مشاهده میکنید. صدر جدول مهدی خان بزرگ. تا اینجا یک کار تلس شکسته شد و ما تا الان صدر جدولیم و برای ویدیوی بعدی تلاش میکنیم که هم توی چمپیونز لیگ هم توی جدول تمام تلاش خودمون رو بکنیم که به بهترین نتیجه برسیم. به جز جام هستی که متاسفانه دستیم لایک و سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه. اگه میخواید ویدیوی بعدی رو زودتر بذاریم حتما لایک رو بهتر کنید. خدا نگهدار.